به نام خدا. قصه های هزار و یک شب، شب دهم. شهرزاد قصه گو شب دهم را این گونه آغاز کرد: و اما ای ملک جوانبخت، در شب قبل گفتم که سه خاتون بغدادی غلام را در خانه خود استخدام نمودند و از او خواستند که از چشم کور و از گوش کر باشد. روزی در به صدا در آمد و سه گدا پشت در حاضر شدند. و اما ادامه قصه. چون سه گدای از یک چشم کور وارد خانه شدند، همگی بر دور سفره نشستند و ابتدا نقل و حلوا و انار و ترنج خوردند و سپس در جامهای مرصع آشامیدنی نوشیدند و بعد به اشاره خاتون بزرگتر به نواختن دف موسیلی و عود عراقی و چنگ عجمی پرداختند که چون آهنگشان به پرده و مقام عشاق رسید، مرد باربر این ابیات را با صدایی گرم و پرتنین خواند: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. صدای ساز و آواز پرتنین حمال چهار سوق از در محکم و دیوار بلند آن خانه به در رفت و از قضا آن شب حاکم شهر بغداد به اتفاق وزیر و خزانه دارش با جامعه مبدل در شهر به گشت و گذار پرداخته بود. صدای ساز از خانه سخاتون توجهشان را جلب نمود و شوق ایستادن را در ایشان برانگیخت. چون گدایان از مقام و پرده عشاق به دستگاه شور پرداختند، مرد باربر همین غزل را در دستگاه شور به آواز خواند: معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. و چون آواز با آن بیت و مصرع و این یکاد بخوانید به گوش حاکم شهر رسید، به وزیرش اشاره کرد که دق الباب کند. چون صدای کوبیدن در رسید، خاتون کوچکتر پرسید: کیست که این موقع شب دق الباب می کند؟ وزیر بانگ برآورد: ما سه تاجر تبرستانی هستیم که در این شهر آشنایی نداریم، لذا دیر وقت به شهر شما رسیدیم و کاروان سرا هم در این تاریکی پیدا نکردیم. اگر ممکن است امشب ما را به خانه خود راه بدهید. خاتون کوچکتر در جواب گفت: قدری صبر کنید تا خواسته شما را با اهل خانه در میان بگذارم. ماجرا را با خاتون برتر در میان نهاد و پاسخ شنید: ایرادی ندارد، فقط به آنها بگو که نوشته بالای طاق را بخوانند و رعایت کنند. امیر بغداد به همراه وزیر و خزانه دارش به مجلس آمدند و در گوشه‌ای کنار سفره نشستند. خاتون بزرگ به خاتون کوچک اشاره‌ای کرد که دختر رفت و از پشت پرده عود و چنگ و دف بیاورد. خاتون بزرگ عود در دست گرفت و چنگ را خاتون وسطی برداشت و دف هم از آن خاتون کوچکتر شد. سه خاتون شروع به نواختن کردند. خاتونها در مقام سگاه به نواختن پرداختند که باز هم مرد باربر این ابیات را با صدای دلنشین خواند: اگر زکوی تو بویی به من رساند باد، به مژده جان جهان را به باد خواهم داد. تو تا به روی من ای نور دیده در بستی، دگر جهان در شادی به روی من نکشاد. و چون آواز مرد باربر به پایان رسید، خاتون برتر از جای برخاست و وی را اشارتی کرد که به دنبالش برود. خاتون گفت: ای مرد، این کلید را بگیر و برو قفل زنجیر یکی از آن دو سگ را که در آن گوشه ایستاده باز کن و به اینجا بیاور. زن تازیانه برگرفت و در برابر دیدگان همه به جان سگ افتاد. سگ زیر ضربات تازیانه خاتون می گریست و ناله می کرد.
تا بازوان خاتون از خستگی ضربه ها از کار افتاد. آنگاه سگ نالان را در آغوش کشید و سر و رویش را بوسید و اشک را از چهرهش پاک کند و به خدمتکار اشاره کرد که سگ را ببرد و دیگری را بیاورد. خاتون با سگ دوم هم همان کار را کرد. امیر که خود در ظالمی سرآمد روزگار بود، از بیرحمی خاتون خونش به جوش آمد و از وزیر خواست تا از آن زن سنگ دل علت را جویا شود. وزیر گفت بهتران است که ساکت بمانیم و عهد نشکنیم. در این هنگام بود که خاتون برتر بر جای برگشت و ساز در دست گرفت و در مایه مخالف سگاه به نواختن پرداخت. امیر از مرد باربر پرسید آیا خدای این خانه تویی؟ که پاسخ شنید من مردی حمالم که در زیر سقف آسمان یک خشت هم ندارم. خاتون دوباره عود به دست گرفت و در دستگاه شور نواخت و این اشعار زمزمه وار از زبان وی به گوش رسید. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم. و در همین هنگام بود که خاتون برتر شیونی کشید و گریبان بدرید و از هوش رفت و حاضران جای تازیانه هایی که بر سگ زده بود بر سر و دست و پای خودش دیدند. خاتون کوچک به سرعت از جا پرید و سر و دست و پای خاتون را بپوشاند و آنجا بود که امیر به وزیرش گفت هرچند که هنگام ورود به این خانه نوشته را نشان ما دادند، اما من دیگر تاب ندارم لب از سخن فرو بندم. باز وزیر وی را ساکت نمود که این دفعه خاتون وسطی چنگ بر دست گرفت و نواختن آغاز کرد. وزیر لب زمزمه نمود دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. و چون زمزمه به اینجا رسید او هم مانند خاتون برتر شیونی کشید و از هوش رفت و باز حاضران جای همان تازیانه ها را بر سر و دست و پای وی بدیدند. و چون امیر خواست که سؤال پرسد، وزیر گفت حداقل امشب را سکوت اختیار کنید. امیر گفت ای وزیر، بین ما 7 نفر قرعه بکش، قرعه به نام هر کس افتاد او سؤال خواهد کرد. وزیر قرعه انداخت و از بخت بد حمال قرعه به نام او افتاد. امیر گفت ای مرد حمال، من حاکم این شهرم و به تو دستور می دهم که سؤال کنی. مرد باربر زاری کنان گفت یا امیر، من قول داده ام. فریاد امیر بلندتر شد و گفت یادت باشد که فرمان امیر شهر بران مزخرفات نوشته شده مقدم است. از فریاد امیر خاتون بزرگتر و وسطی برخاستند و نشستند. خاتون برتر با اعتراض رو به امیر شهر کرد و گفت فریاد شما برای چیست؟ حمال بغدادی گفت ای خاتون بزرگوار، همیشان که امیر شهر است و همان سگدای کور و هم خود من، البته غیر از آن پیر مرد که گویا وزیر دارالحکومه باشد، می‌خواهیم ماجرای آن دو سگ را بدانیم. چون سؤال مرد به پایان رسید، خاتون برتر با حالی غضب‌آلود از مردان مجلس پرسید آیا این سؤال پرسش همه شماست که جز وزیر باخرد موسپید همه سر را به علامت تصدیق فرود آوردند؟ آنگاه خاتون گفت ولی قول و قرار ما این نبود. ناگهان دو دست خیش برهم کوفت که 7 غلام سیاه تیغ به دست در یک لحظه حاضر شدند و بیدرنگ دست و پای هر 7 میهمان را تناب پیش کردند. و سپس یکی از غلام ها گفت آیا خاتون اجازه می دهند تا این پیمان شکن های نابکار را بکشیم؟ خاتون برتر گفت تصور من این است که هر کدام خود قصه شیرینی داشته باشند. صبر کن تا ابتدا قصه ایشان را بشنویم، آنگاه جواز مردنشان را صادر خواهم کرد. خاتون ابتدا رو به حمال بغدادی کرد و گفت
اول تو خیره سر قصت را بگو. ناگهان حمال به زیر آواز زد و در مایه مخالف سگاه خواند: امروز یار با ما در فکر انتقام است، جرم نکرده‌ای کاش دانستمی کدام است. و سپس ادامه داد: ای خاتون زیبا، من که همین امروز تمام قصه خود را برایتان تعریف کردم. اگر این جسارت را کردم به این خاطر است که این آقا در زمانی که بیهوش بودید خود را امیر شهر معرفی کرد و گفت فردا صبح دستور می دهم جلاد سرت را بزند. شما را به خدا از خون من بگذرید. خاتون برتر از حرفهای او به خنده افتاد و گفت کافیست، از خون تو در گذشتم. پس آنگاه به غلام سیاهی که بر بالای سر مرد حمال ایستاده بود اشاره کرد که بند از دست و پایش باز کند و گفت می توانی بروی. اگر تو را زنده گذاشتم نه به خاطر این است که دلم سوخت، زیرا تو از گفتن سرگذشت پر عبرتت به حیله سر باز زدی. یادت نرفته وقتی از تو پرسیدم سواد داری یا نه پاسخ دادی آری، و بعد هم گفتی من سرگذشت عجیبی دارم. میدانی چرا جسارت و دروغ تو را بخشیدم؟ زیرا که یک هنرمند خوش صدای موسیقیدان هستی و من حق ندارم هنرمندان را بکشم. و چون قصه بدین جا رسید، پادشاه هم چون شب‌های دیگر به خواب رفته بود. فردا شب هم همگی پای صحبت شهرزاد می‌نشینی، به شرطی که مانند سلطان شهر باز قصه شنو خواب من نبرد. پایان شب دهم.